گوش گوش گوشفنگ گوشفنگ ما باشید با برنامه گوشفنگ. سلام، امروز میخواییم در این آیتم راجع به زبان مادری صحبت کنیم، اینکه چرا مهمه والدین مهاجر به زبان مادری با فرزند خودشون صحبت کنن. هر روز شاهد والدین مهاجر بیشتری هستیم که ترجیح میدن با کودک خودشون به زبان مادری صحبت نکنن یا متقاعد شدن که در صورتی که زبان رسمی و آکادمیک یک کشور متفاوت باشه، صحبت به زبان مادری به فرزند اونها به لحاظ اجتماعی یا تحصیلی صدمه میزنه. این آمار هر روز به طرز غیر قابل باوری بالاتر میره. مقالات و پیشینه تحقیق گسترده و قابل اعتمادی در موضوع دو زبانگی وجود داره و در اغلب اونها بر منافع عمده این سبک از زندگی تاکید شده. منافع این امر به حدیه که حتی میشه از تأخیر در گفتار که در کودکان دو زبان رایج چشم پوشی کرد. با نگاهی به روند و تمایل کنونی در اغلب مهاجران برای صحبت به زبان کشور فعلی با فرزند خودشون، صحبت در مورد دلایل و فواید یادگیری زبان مادری در کودکان ضروری به نظر میرسه. اولین و ساده ترین دلیل این توصیه اینه که زبان مادری به احتمال زیاد زبانیه که والدین مهاجر در اون بالاترین مهارت و تسلط رو دارن، در نتیجه قادر به ارائه ورودی کافی با کیفیت و صحیحی از زبان هستن. در این حال میشه به طور مداوم از زبان آموزش داده شده پشتیبانی کنند و اون رو در کودک تقویت نمایند. حتی اگه والدین مهاجر قادر به یادگیری خوب زبان کشور فعلی باشن، به احتمال خیلی زیاد دایره لغت، مهارت‌های دستور زبانی و سهولت در ارتباط اونها در زبان مادری قوی تره. به والدین مهاجر گاهی بسیار توصیه میشه که برای جلوگیری از تأخیر در گفتار، عدم ایجاد سردرگمی در بچه و عملکرد بهتر در مدرسه، از صحبت به زبان مادری با وی خودداری کنند. اما نتیجه تحقیقات علمی کاملا خلاف این توصیه رو ثابت میکنه. حالت دیگه که به نظر میرسه خیلی شایع است، صحبت کردن به زبان مادری تا قبل از مهد کودک و مدرسه و تغییر ناگهانی به زبان دوم پس از ورود به مدرسه و اجتماع و توقف استفاده از زبان مادریه. مشکل این روش اینه که به بهای یادگیری زبان دوم، پایه‌های زبان اول در کودک سست میشه. نتایج پژوهش نشون میده که کودکانی که در زبان اول مهارت بسیار بالایی دارن و پایه‌های زبان در اونها شکل گرفته، راحت‌تر آماده یادگیری زبان دوم میشن. به عبارت دیگه، اگه پایه‌های زبان اول محکم نباشه و استفاده از اون استمرار پیدا نکنه، کودک در یادگیری زبان دوم با مشکلات بیشتری روبرو میشه. عدم صحبت به زبان مادری در خانواده‌های مهاجر و توقف استفاده از اون تنها به رشد زبانی کودک آسیب میزنه و در دراز مدت اثراتی منفی بر روی اون داره. توصیه میشه که کودکان مهاجر قبل از شروع برقراری ارتباط در جامعه، در خانه به استفاده از زبان و برقراری ارتباط تشویق بشن. بدین صورت که حتی در کودکان دچار تأخیر در گفتار هم نباید زبان مادری حذف بشه. و در پایان توصیه هایی برای والدین مهاجر. با وجود تفاوت زبانی، همچنان میتونید در تکالیف و پروژه های مدرسه به فرزند خودتون کمک کنید. میتونید تکالیف و متن درسی رو به زبان کشور فعلی براش بخونید. اما اطمینان پیدا کنید که تمام تعاملات کلامی در رابطه با درس و پروژه ها و صحبت های رایج در خانه به زبان مادری انجام میشه. به عبارت دیگه، دستورالعمل ها باید به زبان مادری باشه. سوالات رو به زبان مادری براش شرح بدید. متن رو یک بار هم به زبان مادری براش توضیح بدید. تغییر زبان در حین مکالمه و پرش بین دو زبان امری طبیعی در افراد دو زبان است. این روش به هیچ روی نشانه و موجب سردرگمی کودک نیست و کاملا برای افراد دو زبان قابل قبول و مناسب. در کنار تکالیف مدرسه، در گفتگوهای روزمره خانواده و در طول گردش و جشن‌ها به زبان مادری خودتون صحبت کنید. کودکان برای تقویت مهارت‌های زبانی خودشون به ورودی با کیفیت و دارای کمیت بالا نیاز دارن و والدین مهاجر اولین کسانی هستند که میتونن این ورودی رو در اختیار اونها قرار بدن. ممنون که تا پایان این آیتم با ما همراه بودین. تا آیتم بعدی، خدا نگهدار.